در صحیح بخاری از صحیح ترین کتاب اهل سنت ذیل آیه شریفه که هازان خصمان اختصمون نقل شده که من اولین مظلومی هستم که فردای قیامت در محکمه عدل الهی درباره کسانی که در مورد من ظلم کردن مورد محاکمه قرار خواهم گرفت. آیات دیگری هم داریم که خدا اشاره کرده در قرآن وقفوهم فرمان میرسه انهم چی؟ مسئولون. اینا جواب بدن. اصلا این سوره نبه هست اما یتساءلون، ولی از چه میپرسند؟ ان النبأ العظیم، یعنی حضرت امیر، الذی هم فیه مختلفون، که در موردش چی؟ کلا سیعلم ثم کلا سیعلم، میفهمن. مهمترین سوال در اون دنیا ولایت امیرالمومنین، مهمترین سوال که از لحظه مرگ شما شروع میشه در برزخ، در محشر، قیامت، همین مهمترین سوال چه اصلا سر خط راه شروع میشه با ایشون و ولایت ایشون با ولایت آقا صاحب زمان چی میشه؟ کامل میشه. اگه به نفر 4 امامی باشه و 6 امامی باشه مشکل خواهد داشت. ولایت یک مسیره، طریق، صراطه. شما از تهران راه بیفت سمت، بگی من خواهم برم سمت قم، برو یه متری عوارضی قم جا بنداز رو زمین، بگی بخواهم قم نرسید. تو امتحان تستی شما 99% مسیر راه حل رو برو به اون جواب آخر بگید نرس، دو قرون نمیارس. ولایت طریقه، مسیره. پیامبر میفرماد، این از منابع اهل سنته، ابن عباس نقل میکنه، میگه روزی با نبی مکرم و علی در بیرون مدینه در داخل یک باغی بودیم و صحبت میکردیم. من اینو از انس ابن مالک هم نقل کردم تو سخنرانی، حالا این روایت اینجا انتخاب کردم. علی میگوید دیدم که قطرات اشک از چشمان پیامبر سرازیر شد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت کینه هایی میبینم در سینه اینها، بعضی از این اقوام، که آن کینه ها را جز پس از من بروز نخواهند داد. فعلا کینه ها را نگه داشتن، فیلم بازی میکنن، نگه داشتن من فقط دور بشم از اونجا برم. آما به قولی بعد حضرت گریه میکنه. پاسخ امیرالمومنین شگفت انگیزه. میفرماد آیا دین من سالم میماند؟ اونا رو ولشون کن، افی سلامت من دینی، که حضرت میفرماد فی سلامت من دینی. در روایت دیگه هم مسئول مجمع الزواد ایسمی اومده اینجا هم تو همین میزان الاعتدال ذهبی و مجمع کبیر طبرانی و مسند ابی یعلا اومد، تو اونجا میگه پیامبر 3 بار فرمود به ابل وحید شهید، پدرم به فدای توی شهیدتم، پدرم به فدای توی شهیدتم، پدرم به فدای توی شهیدتم. یعنی این عبارت خیلی عبارت ثقیلی ها، پدرم به فدای توی شهید تنها، یعنی کسی رو نداره. در مستدرک حاکم نیشابوری یکی از وصیت هایی که پیامبر در حق امیر المومنین میکنه اینه که امت من بعد از من در حق تو خیانت و مکر و حیله میکنه، تو هم طبعا مأمور به چی؟ صبری برای حفظ اسم. مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 140 مجموع الزوائد هم هست، شرح نجوب البلاغه ابن ابی الحدید هم هست. برای همین که حضرت امیرالمومنین بارها میفرمود از روزی که خداوند پیامبر اکرم را به پیش خود برد، مظلومیت همواره با من بوده از تا به امروز. تا به امروز میگه اصلا دیگه مظلومیت عجین شد با علی ابن ابی طالب. توی امامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری هم هست که اشاره میکنه قسم به خداوند از روزی که جدت از دنیا رفته است، امیرالمومنین به حق امام حسن میفرمود، جدد از دنیا رفته است، همواره ظلم ها به طرف من سرازیر بوده است. یک روایت عجیب غریب دیگه هم داریم که ازت میفهمم من از کودکی مظلوم بودم. فرمود عقیل چشمش درد میکرد، میخواستن دارو بریزن تو چشمش، گریه میکرد، میریختن تو چشم من که ببین کاری نمیکنه آدمو، بعد میریختن تو چشمم. حضرت خودش بالای منبر اینو تعریف میکنه، میگه من از کودکی مظلوم بودم.